به نام یگانه هستی بخش، عرض سلام و درود فراوان باد بر شما بینندگان نهایت عزیز برنامه نوبهار از برای تلویزیون جهانی امید 24. با صحت و سلامت و سعادت شما اینک در خدمت هستیم. رفتن عمر زرفتار نفسها پیداست، وحشت موج تماشای خرام دریاست. اعتبار به خود آتش زدنم سهل مگیر، قد شمع از همه کس یک سر و گردن بالاست. هیچ کس نیست زباندان خیالم بیدل، نغمه پرده دل از همه آهنگ جداست. با امی آهنگ دل، با امی روشنگری منزل، میریم به عنوان برنامه که به عقب بر نمی گردیم. یک حقیقت است، شعار نیست. این یک واقعیت است که امروز عده خاصتا بانوان پیشرونده و رزمنده ما در کابل در زیر آمد آمد چکمه های خونین طالبان ددمنش و خوناشام که اینک هر روز از هموطن ما جان میگیره، این شعار، این حقیقت، این احساس بالا شده که به عقب بر نمیگردیم و هیچ چیز هم مانع ما نمیشود. مکسی بکنیم، درنگ بکنیم بر فلسفه وجودی خود به عقب برنگشتن، از گذشتگرایی ها بریدن، از سنت های ناپسند به تحلیل زمان رو آوردن و بلوغ فکری رسیدن، اونایی که به گفته کانت که شجاعت اندیشیدن داشته باش. عده‌ای که شجاعت اندیشیدن دارن، اونا همیشه همواره از بلوغ فکری دم میزنن، از رسایی قامت دم میزنن و از عقب برنگشتن و دوباره به روزگاران تاریک ذهنی و تاریک فکری برنگشتن حرف و حدیث دارن. اینا روشنگر هستن. باز هم به گفته کانت که روشنگری فرایند است که ذهن انسانی از صغارت به سوی بزرگی و عقلانیت گذار می کند. مشخصه های روشنفکری یا روشنگری: آگاه بودن از وضعیت موجود، نگاه نقادانه داشتن و مجهز بودن با منطق و استدلال و اهل تحلیل بودن، نه اهل تمجید و بیدارگری و کثرت گرا بودن از خاصه های روشنگری است. تا وقتی که میگن روشن فکر، در یک معنای فراگیر کسی است که مطابقت از فهم خیش میکند و هیچ وقت معتقد به مرجعیت هیچ مرجع تقلید نیست مگر عقل و برهان. بناهن اونایی که این شعار پیشه کردن، به امی وساطت و به امی طرز دید کانت خودم مجهز دیدن. اینا گفتن که به عقب بر نمی گردیم. ما دیگر نسل بیدار هستیم، خاصتا او نسلی که قربانی میته، او نسلی که در پیشا پیش جبهه سینه سپر کردن و در امی دو دهه پسین نسلی که همواره مورد آماج خشم حیوانی طالب و داعش و بیخبری و مدیریت ناکام یک دولت دست نشانده هسته. بناهن اینا هستن که بعد از وقایع، بعد از خونها مثل ققنوس از میان آتش پر میکشن و صدای
دوباره زنده شدن دیگران را نوید میتن و اینا میگن که ما هستیم که برای نسل بعدی خود یک الگو هستیم. ما خون دادیم، زخمی های سید و شهدای دشت برچی بلخ یک نمونه بارز بیدارگری است که او زخمی ها او تنهای آگنده با زخم صدا زد که ما نمردیم، ما قد برافراشتیم، ما برای نسل بعدی خود ارمغان بیداری داریم، استقامت داریم و مقاومت داریم و در تمام عقبگردی های تاریخ ما نظر دوباره می افکنیم. ما از تاریکی ها بریدیم، ما به جهل و به خرافات از هر نوع فرهنگیش، قومیش، دینیش و مذهبیش امروز قامت استقامت برافراشتیم. ما سینه ها سپر کردیم تا دیگران راه و روش و روزنه رهایی را سراغ بکند. ما به توقهای بردگی، ما به اسارتهای دولتی، ما به اسارت رفتن قومی، ما به اقلیتها و اکثریتها، ما به تمام استبداد تاریخی، ما به تمام افرادگراییهای بنیادگراییهای مذهبی، ما به تمام جهشهای بدنام تاریخ استبداد، تمامیتخواهی، حذف و تماما معادلات مروج تاریخی ما امروز نظر دوباره افکندیم. ما بر نمی گردیم. ما با درک، با مسئولیت از هر افتادن خود به عوض نابود شدن آباد می شویم. ما گویا که از فکر بربادی خود فکر عمران و آبادی خود می کنیم. ما با تمام ترویج فرهنگ های خشونت هایی که مردود است ما با اونا با او عقب گردی ها نمی کنیم. ما با این کشتن ها، با این عصف نشدن ها هیچ وقت از صفحه مبارزه روشنگرانه روزگار حذف نمی شویم. ما دیگر از قوم خود، از هویت خود خجالت نمی کشیم. ما هیچگاه نه هزاره بودن جرم است، نه تاجک بودن، نه ازبک بودن، نه پشتون بودن. هیچ کدام از این هویت ها زدودنی نیست. اینا بر حال و بر جای خود هست. ما اقتداگران و ما گوسفندان دنبال رو چهار رهبر ناکام بدنامی که هر روز جا عوض میکنن و هر روز لباس عوض میکنن، ما دیگر فریفته های عاشقان دستارهای شما، چپنهای شما، پکولهای شما نیستیم. ما به مغزهای شما مینگریم، ما به رفتارهای شما، ما به اعمال شما، ما به کردار شما و گذشته های شما مینگریم و باز قضاوت میکنیم. این سروهای بلند تماشاگری که شما امروز به ما به نمایش گذاشتین، ما در 40 سال این قامتهای خمیده را، این سرهای افکنده را، این بدنامیهایی که تاریخ با او شرمساری امروز لعنت میفرسته، ما یکا یک ایره شناسایی کردیم. بناهن ما را مجبور نسازین که ما به عقب برگردیم. ما منتقد هستیم. ما زنان افغانستان، ما جوانان افغانستان بعد از این برای تعیین سرنوشت خود، خود ما تصمیم گیرنده اصلی هستیم. دیگر نشخارگر دربارهای پوشالی و ساختگی نیستیم. ما به امارتها نگفتیم. ما به سلطنتهای جباری و استبدادی پشت سر کشتاندیم. ما پلهای عقیبی بازگشت را همگی را نابود کردیم. ما با استقامت، با توانمندی و ایمان بر قوت روزافزون خود دیگر به استخاره های شما باور نیستیم. شما فالبینان تاریخ و شرمساران امارت های کذایی و کذابی هستیم. ما دیگر در قالب های فرسوده
سیاسی و قومی شما بر نمی گردیم. ما به نام دموکراسی فریبنده شما که حقوق زنان را با چند واژه و با چند نمونه های الگوهای خاص خود در رأس قدرت گذاشتین دیگر باورمند نیستیم. ما نمی خواهیم که ما امروز زنان قندهار، هلمند، بدخشان، کابل، ما با رزم آرایی تمام بر او مردانی که خود فروختن، بر او آنانی که دین فروختن، مذهب فروختن، بر از اونا هشدار میتیم که اینک ما زنده هستیم، اینک ما در بستر تاریخ نفس میکشیم. ما هزاران بار اگر با حمله های انتحاری به اصطلاح دستوری پلان شده ما حذف شویم، ما دیگر دوباره از مغاره های بامیان و لشکرگاه و هلمند و فراه و هرات ما دوباره سر می کشیم. ما صدای صلح را، صدای برابری را، صدای عدالت خواهی را از مغاره های بامیان به گوش قدرت های فرعونی زمزمه می کنیم. دیگر ما او ریموت های کنترول ما دیگر به دست چهار دجال فروخته شده و چهار اجاره‌دار دین و مذهب دیگر نیست. ما حتی به عقاید خود، به دین خود، به مذهب خود با روی کرد امروز نقادانه نظر میکنیم. ما امروز او دینی را که شما بر ما از ورای قدرت‌های استعماری نشخار کردین، ما او را دوباره از سر تعریف میکنیم. ما دیگر به وهابیت ها، به سلفیت ها، به بنیادگرایی ها، به ایمان فروشی ها نه میگیم. بناهن ای پیغام او زخمی های که تنهای آغشته به خونشان در گوشه و اکناف افغانستان و خاصتا در دشت برچی کابل، ای پیغام را به گوش تمام جهان زمزمه میکنن. گرچه این پیام بر پیامد شوم آمد شرفه نحس پای طالب و داعش هست که این مقاومت ها اگر جان نگیره، این افشاگری ها اگر قوت نگیره، اگر من و تو در جبهه مقاومت بدون تمیز و تبعیض استاده نشیم و سینه سپر نکنیم و از همین جایها، از همین بلندگویی ها، ما اصلا جهاد نفس و نفس را باید این قلم بدستان، امین نسل سلحشور جوانان آغاز بکنن تا ثابت شود که اونایی که به نام جهاد افغانستان ایمان فروختن، وجدان فروختن و مملکت فروختن و سر به آستانه قدرت های پوشالی در بدل دلار و دینار و ریال وجدان خود را و ناموس خود را معاوضه کردن، اونا باید بدانن که جهاد اصلی جهاد بیداری و آگاهی نسل نوین است که بدون تیغ و خنجر، بدون بربادی، بدون کشتن انسان، امروز توسط کتاب و قلم آگاهی دهنده است. این نسل امروز با حربه قلم به میدان و به عرصه آمده که به هر گونه تفاوت‌های تبعیضی و قومی امروز دیگر مدارا نمی کند. امروز دیگر از مدارا گذشته و امروز می خواهد که موجودیت خود را در صحنه هستی در باور امروزی باید به اثبات برساند. دیگر مردم ما صنعت قوم‌سازی را و صنعت بادارسازی را دیگر نمیخواین از این سیاست ها پیرو باشن. دیگر به سوداگران و تمامیت خواهان و غارتگران سیاسی را به تمام معنا شناسایی کردن. اینا دانستن که با معامله های سرنوشت میلیونی افغانستان اینا دیگر کسایی هستند که به زبالدان تاریخ باید انداخته شوند. با تمام
فرسوده دماغی هایشان، کهنه دماغی هایشان و گنداب های فکریشان و برداشت ها و قرائت های مذهبیشان، باید اینا و مو گنداب هایی که اونجا نشخار استعمار غرب و شرق را کردن، اونجا که از عربستان سعودی و تهران و از کجا و کجا نشخار شدن، ولی نوالگر نشخارخار و غزلخان دستگاه استعماری گشتن. از اونجاست که اینا مینا به عقب بر نمی گردن. با تکرار استبداد تاریخی این نسل نه میگه. دیگر استبداد، دیگر تاریخ، نگارگران تاریخ دیگر اثر می نشینن و بر استبداد تاریخی یکایک نقد می کنن. قانونهای جابجایی را و اصولنامه‌های ناقلین را یکایک نسل جدید از نظر می گذرانن. چهره ها را تشخیص می دن و قاعده ها را دگرگون می کنن. تا وقتی که بدانند که ما در کجای تاریخ قرار داریم. نسلی که هشدار دهنده است، بیدار دهنده است و با تمام قربانی خود، با خون خود بر سنگ فرش ها و خیابان های تاریخ نوشتن، با وجودی که قربانی های فراوان دادن، سرهای بیشمار رفت، زنان، دختران، جوانان، سلحشوران زیاد از بین رفت به اثر بیمبالاتی های تمامیت خواهی های و تماما دجال صفتی های استبدادگونه که از قرنها به این طرف در خون بعض کسان و در شریان بعض کسان در نسلی که دیگر تاریخ با او شرمنده هست، دیگر نسل نوین به او افتخار نمی کنه. نه پشتون ما، نه تاجک ما، نه هزاری ما، نه ازبک ما. دیگر هوشیارداری را و هوشیار باشی را شما از حرکت‌های می‌دانین که چگونه در مقابل قدرت‌های طاغوتی و فرعونی سینه سپر می‌کنند. تماماً امر و نهی مرکز استبداد را نه میگن. ای اوج بشریت خواهی و انسانیت گرایی هست. ای توحش نیست. ای به توحش استبداد، به توحش قدرت ها به اصطلاح سینه سپر کردن هست که دیگر آنچه شما خواسته باشید آنچنانی نخواهد شد. دیگر والیان نامنهاد، قماندانان نامنهاد و فرا آورده و باد آورده استعمار دیگر و از مرکز استبداد مدار اعتبار ما نیست. ما خود تصمیم گیرنده هستیم. یا این ساختار را، یا این ساختار کهنه فرسوده تاریخی را، یا باید بشکنانین که در آینه تمام نمای قدرت هم اقوام افغانستان خود را ببینن. در غیر از او این قدرت باید شکستانده شود. این انحصار در محدوده در ساختار هر نوع قدرتی که باشه باید شکستانده شود تا اثر دوباره خشتی دیگر، کوره دیگر و جام دیگر که با او بتانیم که ما خریدار دیگر بگردیم و بازار دیگر را سراغ بکنیم. با گفته معروفه که بدبختی ملت که به عقب بر نمی گردن، در عقبها و عقبگردهای تاریخ یک سلسله موضوعاتی را به خورد ملت دادن که او به نفع قدرت بود. او برای استحکام جباریت‌های فرعونی قدرت‌های سیاسی و مذهبی بود. بدبختی و به گفته روشنگر اندیشورزی که بدبختی و عقب ماندگی ما آنگاه آغاز یافت که تقلید را به جای اندیشه، دعا را به جای تلاش، تقدیر را به جای تدبیر، توکل را به جای هدف، دروغ را و فریب را به جای راستی و صداقت، استخاره را به جای تصمیم عقلانی و بروز احساسات و فحاشی و خشونت کلامی را به جای استدلال و منطق نشاندیم. تا این معادله ها معکوس نشود
انتظار پیشرفت و تغییرات مثبت در زندگی را نداشته باشیم. اینجاست که نسل نو این گونه خواهان نو رونمایی تاریخ هستند. شما میبینین در فرهنگ امروز چیزهای در مطبوعات و در رسانه ها در کابل برملا میشه که ما در طول تاریخ حتی از گفتنش گاه به نام شرم، گاه به نام حیا، گاه به نام ترس ابا میورزیم که مطرح بکنیم. اما زنانی هستند، قلمبدستانی هستند، شهامتگرانی هستند که پرده از روی خرافات، از روی جهل و از روی یک سلسله تزویرها و ترسهایی که ناخودآگاه ما را در چنبره قدرت گرفته. مثلا همین طرح مسائل همجنس گرایی و همجنس باوری. و امروز دیروز دیدیم که در افغانستان موضوع تابوها را مشکنانند. تابوها چیزهایی که شما در موردش حق اظهار نظر ندارین، حتی مطرح کرده نمیتانین. برازی او تحریم شده در فکر شما. کسانی آمدن در فکر ما تزریق کردن که تو اجازه نداری در مورد باید حرف بزنی. این کار شرم است، خلاف عقل است، خلاف اخلاق است. اینا اخلاق خود را اخلاق مصلحتی تعریف کردن، اخلاقی که به درد قدرت‌های نفوذی از اینا بخورن تا اینا از ملت به نام‌های گوناگون نشخوار و تقضیه بکنن. مثلا وقتی زنان آمد و گفت که باید مسائل قاعدگی، مسائل ماهوار زنانگی امروز تابوس باید شکستانده شود، باید بر سر ازی زنان حق داشته باشند که باید سر ازی بحث بکنن، امو پیرویتی که در انگلیسی هست. اما امروز اونمو زن افغانستان اگر ایره شما جرم میپندارین و خلاف اخلاق میپندارین، پس معلوم میشه که شما از اخلاق تعریف اخلاق طبقاتی دارین، صنفی دارین و اخلاقهای شما مرزهای خودیسته. امروز اونا آمدن که دختری که یک هفته بنابر امی قاعده ماهوار از رفتن به مکتب، از ظاهر شدن به محضر و به مجلس، اول بر از او آر گفتن، ننگ گفتن که باید در خانه بشینن و این شرم را نگه دارن. اما امروز مسائل صحی حتی جهان این روز را به تجلیل گرفته که تا در جهان سومی عده‌ای را که مردم به کورزینی دعوت کردن باید آماده باشن، باید طریق صحت و وقایه و جلوگیری از زیر یاد بگیرن و به مردم، اما طور که یک وقت دوای ضد حاملگی شرم بود و روزگار رسید که هر کس دست خانم خود را میگرفت و به رهنمای خانواده میبرد که تا قرص ضد حاملگی برش داده شود. حالا هم شاید این تابو باشد، اما امروز زنانی هستند که با شهامت در امو کابل این صدا را بلند میکنن که باید این موضوعها و این تابوها شکستانده شود که تا زن افغانستان، تا جوان افغانستان، حتی بچه های جوان در سنین بلوغ از بردن نامی که ما به بلوغ رسیدیم و نشانه های بلوغ در وجود از اینا چی هست، بر از اینا شرم نگه داشته شده بود و حتی نمیتونستن به نزدیکترین کسان خود که مادر و پدر باشن امی رسیدن به بلوغ را اظهار نظر بکنن. ببینین ما به عقب که بر نمیگردیم، باید به پیش هم بتازیم، باید هم پیش رو باشیم، باید هم پیش تازنده باشیم تا ببینیم که در دنیای امروز دیگر او تعریفی که شما از طفلان مکتب و از دختر و از بچه کرده بودین، امروز معادلات معکوس نظریات شما هست. امروز جهان نویدگر آغازگر یک پیشرفت هست. وقتی طالب قبول میکنه که توسط ریموت کنترول هدایت شده و چسبکی ها ادهی را جانش بگیره و سرهایش به باد بکنه، از امی تخنیک و
عظمی تکنولوژی مدرن غرب، عظمی بمهای استفاده شده از راه دور و تماما مسائل تکنولوژی بی‌شرمانه استفاده میکنن، ولی برای دیگران اجازه نمیتن که شمه از مدنیت را، شمه از ترقی را، شمه از شهروندی را استشمام بکنن. بر دیگران همه چیز حرام است. گناه خانم رنگینه که در صدر وزارت تعلیم و تربیه بود دیگر گناه از اون نیست که به امی وقاحت ها و امی ترویج خشونت خانم رنگینه آمد تا گلوی ترانه سرایان را خفه بسازه. این میرسانه که ما در قرن 21 پول تمدن را، پول شهروندی را از امریکا گدائی میکنیم، ولی وزیر معارف را حیف نام عرفان و معرفت در وجود سرپرست شرم‌آور رنگینه خانمی که تا دیروز در امریکا بلا اوبالی بود و امروز آمده که دختران مکتب حق ترانه خوانی را در حضور مردان ندارند. حالا وقت سررشته کار به دست رنگینه ها هست، چگونه باور بکنیم که اینا آمدن عمدن و قصدن که ملت را به عقب برگردانن، برندمو جایگاه هایی که طالب میگفت که صدای نامحرم زنان را شنیدن حرام است، نوارها را گرفتن به آتش کشیدن. امروز رنگین خانم ها و از قماش ازی هر آنی که به انی باور هست بناهن او یک طالب غیر مسلح دریشی پوش نکتایی دار است که یا در ارک شیشته یا در سپیدار شیشته. اینا هستن که در امی حلقه خبیثه خود طرح طالبی را صدای خود را نمی کشن، اعتراض به رنگینه ها نمی کنن، اعتراض به اونایی که حقوق زن و مرد وطن را پامال کردن نمی کنن. اما خودشان باید در امان باشه و پسرانشان، دخترانشان، بانوان و خانمها و همسرانشان در دولهای بیگانه در منتهای آزادی و رفاه و شهروندی از تمام نعمات برخوردار باشن. اما این زن افغان است که باید تاوان ازیره و جبران خساره های عمیق کودن های تاریخ را بکنن. گفته ها بسیار هست، به می بسنده می کنم و به امی که به عقب بر نمی گردیم، به می شعار که از شهدای گلگون کفن زنان و مردان افغانستان باقی است که اونا سینه سپر کردن تا دیگران در این جبهه به پیش بتازن. تا زنده و غیر بازنده و موفق و فاتح این دژ استواره که به پیش میرمیم، ما به پیش خواهیم رفت و از اینجا تا افغانستان عزیز بر همه جوانان، بر همه بانوان، بر همه قامتهای رسای حق و عدالت و روشنگری درود و سلام فراوان تقدیم میکنم. از حضور شما با تقدیم احترامات فائقه مرخص میشم. تا دیدار بعدی شاد و مسرور و سرحال و روشنگر باقی بمانید.